خب قراره از بین یادداشت‌ها، سخنرانی‌ها و گفتگوهای آقای بیضایی تکه‌هایی رو برای گفتن انتخاب کنم. مثلا پس به ترتیب زمان شاید بد نباشه. مثلا این تیکه چطوره؟ این خوبه. در 1341 یک خبر بود. در 1341 یک خبر بود. و آن اینکه از نظر طبقه فکور این آب و خاک تمام پایگاه‌های تئاتری پایتخت با شکست مواجه شدند. حالا نگاه کنیم به آنچه داشتیم به عنوان مواد کار تئاتر در سال 41. مرکز تئاتر تجربی. هیچ. مرکز نمایش‌های عروسکی. هیچ. مجله درباره تئاتر. هیچ. کتاب تحقیقی در باب تئاتر ایران یا خارج. هیچ. تئاترهای مبتذل مرکزی. چهار. یکی اواسط سال بسته شد. تئاترهای مبتذل و اصیل جنوب شهر. سه. یکی اواخر سال بسته شد. نمایشنامه‌های چاپ شده خارجی. هشت کتاب. سه تایان تجدید چاپ بوده. نمایشنامه‌های چاپ شده ایرانی. سه کتاب. شامل چهار نمایشنامه. اشتباهاتی است در طول تاریخ که مرتب تکرار میکنی. من فرار کردم از بینش مرگبار سنتی و هم از غربی شدن. هر نویسنده‌ای مخلوق نوشته هایش است. کارهای من بیشتر یک جور گفتگوی فرهنگی است با زمان خودم. بارها از خود پرسیدم چرا؟ من ادیب نیستم، کارم نمایش. خودم به معنای حزبی سیاسی نبودم و نیستم. قلمروی من فرهنگ است. اکثر زندگی ما یک تک‌گویی بزرگ است. در کشور ما گفتگو جایی نداشته و همه تاریخ یک تک‌گویی است. شخصیت‌سازی هم جایی نداشته وقتی که مردمش دائم در حال پنهان کردن شخصیت خود بودند. نمایش یونانی عالی است و برگرفته از جهانی که در آن گفتگو هست. چه کار دارد به سرزمین اهورای ما که سرزمین تک‌گویی است؟ یا در دل خود دزدانه حرف زدن، یا همان حرف با خود را هم نزدن. هویت ما پایمال ذوق‌زدگی جمعی در برابر پدیده‌های نوظهور شده. پایمال بی‌فکری، سودجویی، معاملات و تبلیغات و میل جمعی به فراموشی. مشکل همیشگی ماست که فقط خوب و بد می‌بینیم و سیاه و سفید. ظاهراً کشور ما محل جنگ آگاهی و الهام است. نفی آگاهی یک سنت قدیمی است. در کشور ما به طور سنتی آگاهی محکوم است و الهام مشروط. غیر قابل توجیه است. عقب ماندگی و عاشق عقب ماندگی خود بودن. عاشق اشتباهات خود بودن غیر قابل بخشش است. تاریخ در تمام طول نوشته‌ها و اسناد مختلفش نشان می‌دهد که ما در تمام قرون مالیات داده ایم. در طول تمام قرون در بدترین شرایط کار کرده ایم و سهم داده ایم تا یک بیت المال به وجود آمده که درست موقعی که به ما حمله شده اولین امیر آن را برداشته و در رفته و ما رو در برابر مهاجم تنها گذاشته. شاهنامه از بزرگی ملتی حرف میزند که با اشتباهات خیش به خردی افتاده است. نگرانی از آینده در نامه رستم فرخزاد دیده میشود و حق با فردوسی نویسنده آن نامه است. این هزار سال به خوبی نشان میدهد حق با فردوسی بوده است. مردمی که کمبودهای خود را با اسطوره‌هایی که می‌سازند پر می‌کنند، گاهی ندانسته اسطوره دروغین هم می‌سازند. من جهالت را تایید نمی‌کنم. من عاشق مردمم، ولی نه عاشق جهالتشان. عاشق آن استعدادی که درونشان هست و می‌تواند به جهش آنها بیانجامد. این نامه‌شون با آقای رادی هم خیلی قشنگه. خیلی با احساس و پر از محبت. در دهه اول نمایشنامه‌نویسی هر دو.
تاریخ نامه هست 1 اسفند 1345. رادی عزیز، از پشت شیشه های بسیار غم‌انگیز و بسیار قشنگت را خواندم. و پیش از هر چیز میخواهم صمیمانه بهت تبریک بگویم. صراحتاً بگویم، من محاق یا مسافران تو را چندان حس نمی کنم. اما از پشت شیشه ها را هر کسی با کل وجودش حس خواهد کرد. باز هم تبریک. بعضی نظرشان نسبت به تئاتر آنقدر منفی است که وقتی تئاتری خیلی خوب است میگویند سینماست. بدتر این که وقتی فیلمی کند و راکت هست میگویند تئاتریست. من در تئاتر همه کار کردم. پرده کشی، مدیریت صحنه، طرح لباس و دکور، تنظیم نور، طرح آفیش و بروشور، دستیاری کارگردان و سرانجام کارگردانی تئاتر. تا یادم هست از نویسنده شدن هم فراری بودم. تئاتر انتخاب من نبود، برعکس این من بودم که تئاتر انتخاب کرده بود. تئاتر وقتی کسی را نیافت هر طور میتوانست خودش را سر راه من قرار داد. کارهای من رشته‌ای بی پایان از آزمایش‌های نمایشی است. متاسفم که نمایشنامه 8 سفر سندباد هرگز بخت اجرا نیافت. و ندبه نیز. و فتح نامه کلات. و خیلی نمایشنامه‌های دیگر هم. این تکه های سایه بازی و خیمه شب بازی که نوشتم چند تایی از بسیار قصه های برلبانده است که تنگ نظری های سنت بدعقل از قرن‌ها پیش دیدن و شنیدن آنها را از ما ربوده است. گوشه‌هایی از آن همه شعر و موسیقی و تصویر و طنز که بدانها چشم و زبان باز نکرده ایم. کسانی با خواندن نمایشنامه مرگ یزدگرد می‌گفتند اجرایش ناممکن است. ولی اجرای آن نشان داد چقدر عملی و چقدر ساده است. هم اجرا کردنش هم برقراری رابطه‌اش با تماشاگران. وقتی به من خبر دادند که ابرهای تیره سایه از سر صحنه برداشتند و من هم میتوانم گوشه ای از حقی را که سالها از آن محروم بودم به دست بیاورم، دیدم حتی بهترین نمایش جهان هم برایم جوابگوی 18 سال بیکاری نیست. یک چیزی دارد جای تئاتر را میگیرد و آن کم و بیش عبارت از عربده کشیدن روی صحنه است و ادای مسئول بودن را درآوردن. محیط تئاتری رکیک بد و بی‌معنی شده بود. من تئاتر را ترک نکردم، قوقای دکانداران را ترک کردم. تئاتر را میدیدم که خود را میفروخت. هوچیان چرب زبان آمده بودند و همه چیز دم از فرهنگی متوسط می زد. ما همه چیزمان را برای جلب توجه خارجیان برق می انداختیم و ظاهرسازی کارش بالا گرفته بود. منتظر معذرت خواهی هیچ کس نیستم، اما کجای نمایشنامه عروسکی دفاع از اقلیت است یا کمک به تئاتر حکومتی؟ روشن است که گزارش ارداویراف در ایران پروانه اجرا نمی گرفت و جای دیگری از جهان نیز پشتیبانی برای اجرای فارسی نمی‌یافت که نه بازیگرانش بودند نه تماشاگرانش. کوچک شدن، کم رنگ شدن، مسخ شدن، محو و ناپدید شدن. و سرآخر از خودتان می‌پرسید آیا این همان کاری است که من می‌خواستم؟ و می‌پرسید اصلاً چرا باید دست به کاری زد؟ شما از یک دستگاه نظارت مستقیم صحبت می‌کنید. من راجع به آن حرفی ندارم. من از گروه‌های نامرئی نظارت صحبت می‌کنم که همه جا هستند و بسیار خطرناک‌تر. من خیال میکنم روزگاری که در آن دستگاه دولت از طرفی و جماعت با فرهنگ از طرف دیگر به یک سان سازنده را محدود میکنند بد روزگاری است. شوخی است که خیال میکنید اجازه کتبی اجرای اثری را گرفته اید. هر ساز مخالفی اعتبارش از اجازه رسمی شما بیشتر است. قوانین عرضه با تقاضای فرهنگی نیست که مداومت شما را در شغل ضمانت میکند. نه، قوانین بردباری و سلوک و سکوت است. خب یه مجموعه نامه اعتراضی هم دارن که اونا دیگه خیلی اعتراضیه. مثلا نامه شون برای فیلم مسافران در 15 آبان 1371: وقتی 3 ماه پیش از طریق دفتر پخش و دفتر امور سینمایی پیغام رساندید که به خاطر جو آشفته بیرون نمایش مسافران یک برنامه از نوبتش در جدول تعیین شده عقب بیفتد تا بتوانید آن را حمایت کنید، حتی جسدم هم باور نمی کرد پیشنهادی از روی خیرخواهی است. من در این کشور به دنیا آمدم و به اندازه شما حق کار و زندگی دارم. حق من بر سینما مسلماً بیش از شماست که جز جلوگیری از کار من کاری نکردید. قرار است گروه هایی به من فحش بدند. خب بدند. مگر تا امروز چه میکردند؟ و شما را چه باک؟ مگر من کم فحش خوردم؟ من دستم را میشکنم و اجازه نمیدهم مرا سانسورچی خودم کنید. دستگاهی که میتواند 10 سال سدی در برابر کار کردن من باشد، نمیتواند به کسانی بگوید فیلم این آدم را به او بدهید؟ یا اینکه شما حق ندارید فیلم این آدم را بدون اجازه او کوتاه کنید؟ اینها سخت نیست؟ تلخ نیست؟ برای دفاع از هر فیلم من باید 1 سال در حال جنگ باشم.
در حال جنگ برای جلوگیری از ویران شدن زندگیم. جلوگیری از نمایش ناقص فیلم. جلوگیری از اصلاح فیلم. جلوگیری از ارائه فیلم به این طرف و آن طرف. اینجا وقتی مجوز هم دارید مطمئن نیستید که می توانید آن فیلم را بسازید. برای اینکه بعضی وقتها مجوزهای کتبی وجود دارند. ولی توصیه های شفاهی می تواند باعث شوند این فیلم ساخته نشود. یه گفتگو تلفنی. پرسنده پرسید. قبول ندارید فیلمتان تئاتریست؟ گفتم چرا مثل جنایتی که انکار شده میپرسی؟ قلم به مزدانی که در معتبرترین مجلات سینمایی کشور جشن به هم خوردن یکی از فیلمهای مرا گرفته بودند نوشتند. تقوای و بیزایی خودشان نمیخواهند فیلم بسازند. بله. هیچ فیلمسازی نیست که نخواهد فیلم بسازد. ولی هستند فیلمسازانی که به احترام فکر و فرهنگ نخواهند در لجنی فرو روند که سینمای پاکیزه ایران از آن در می آید. احترام من به هر فیلم خوبی که رنگ پخش و پرده ندیده است و به تدبیر اولیای با کفایت امور دیدن آن از بینندگان احتمالیش دریغ شده است. زمانی بود در نوجوانی که این شماره های عمر 20 سال و 30 سال به نظرم دور در خیال ناگنجیدنی و افسانه می آمد. تا امروز که خودم 300 سال دارم. نیم قرن نوشتم. نیم قرن در کار نمایش بودم. نیم قرن در کار سینما از قلم زدن تا ساختن. نیم قرن در کار ریشه یابی و پژوهش. و یک قرن در پشت درهای بسته در انتظار. یا شنونده گفتگوهای یک طرفه پرسش و تهدید. آری کسانی هستند که بیش از سالهای تقویمی عمرشان زندگی می کنند. اهل اندیشه و فرهنگ، نشانه های خوب تناب و گلوله و چاقو. به نظر من این تعداد فیلمی که نساختیم مثل حرفای نگفته ایست که انباشه شده و جایی بیرون میریزد. زمانی که کاری را نمیخواهند یا جلوی کاری را میگیرند میگویند پیچیده است و ممکن است باعث دردسر شود. در سینما هر تهیه کننده ای فکر خودش است. سرمایه های دولتی صرف اولویت های مشخصی است. و از آنجا که من عاشق ایران و فرهنگ ایران هستم شامل این اولویت ها نمیشوم. صد باید باشد تا عده زندگی و احساس قدرت کنند و انتقام سترونی خود را از اهل فرهنگ بگیرند. وقتی از اجرای آثارم ناامید میشوم چاپش میکنم. من خودم را در نوشته هایی که مینویسم یا تئاتر هایی که گاهی اجرا میکنم بیرون میریزم. تلختر وضعیت کسانی است که کارشان فقط فیلمسازی فرهنگی است. کسانی که فقط بازیگرند یا کارگردان و به حداقلی معتقدند که نمیخواهند از آن کوتاه بیایند. معنای ما در برچسب هایی نیست که به ما میبندند یا به خود میبندیم. معنای ما در آن چیزی است که خلق میکنیم. سینما و تئاتر بدون تجربه کردن میمیرن. جالبه. آقای بیضایی حتی برای درخت ها هم نامه دارن. احتمالا مال بهار 88 باید باشه. نه از بریدن درختان هزار ساله میگویم. نه از بریدن درخت های 100 ساله. نه از بریدن 12,000 درخت یک شبه. 8 سال است در گوشه ای از تهران. شاهد خشکاندن عمدی درخت ها هستم. کارفرما کجاست تا بپرسم چرا نمک شیمیایی پای درخت ها میریزن؟ تا به اسم اینکه ریشه سوختان ها را ریشه‌کن کنید. شهرمداران بزرگوار. شهرمداران بزرگوار. شما را به خدا نمیشود جلوی کویرسازی را گرفت. شما را به خدا نمیشود جلوی کویرسازی را گرفت. دقیقه ای نیست که نشانه ویران نشود. بزرگترین پشتیبانی رسمی از آثار تاریخی و یادگارهای ملی تبدیل کردن آنها به دیزی پزی و نان داغ کباب داغ است. و به لطف اختراع اره برقی به سوی کویری پیش می رویم به خوبی طراحی شده. نسل ما از محله هایی می آمد که امروزه دیگر وجود ندارند یا در حال انقراضند. من خیال نمی کنم در دو جامعه متفاوت دینی و غیر دینی زندگی کردم. در جاهایی زندگی کردم که نه دینداریش عمیق است و نه بیدینیش. چه اینجا و چه آنجا سکولارها در صف چلو کباب نظری سینه می زنند و دینی ها نمی دانند برج هایشان را تا کجا بالا ببرند و پولهایشان را چطور پارو کنند. در جامعه ای که تویش با عقب مانده ترین ذهنها پشت آخرین سواری های باب روز می نشینند یا آخرین سلاح های روز را برای کشتار اندیشه در دست می گیرند. من اصلا به هیچ چیز مفتخر نیستم. قهرمان ها از جایی نمی آیند. موقعیت آدم ها را در شرایطی قرار می دهد که به کارهایی که اصلا تصورش را هم نمی کنند دست می زنند. من فکر می کنم امید دروغین بدتر از ناامیدی است، چون ناامیدی باعث می شود ما دست به عمل بزنیم. من هر وقت توی سرم بزنند دادم در می آید. من واقعا شرمنده ام که ایرانیان ساسانی یک قرنی تناب از دوش عرب ها می گذراندند. و من همانقدر متاسفم که چندین قرن عرب ها با ما همین کردند. نیاز به نوشتن چشم مرا دوباره به جهان باز کرد. اگر آینه درست نشان بدهد لازم ندارید هی جار بزنید، این آینه است. آرزو می کردم در دنیای زندگی کنم که شما در آینده می سازید. از شما می پرسم که امروز به این جهان می آیید.
فردا چه پیش روی شماست؟ آیا ما را تکرار می کنید؟ بر جاده های تنگ سراشی؟ آیا از شما یکی یا همه بن‌بست را می بینید؟ و زمان را که می گذرد؟ آیا به پشت سر می نگرید؟ به راه سخت آمده و میانبری میابید؟ از شما میپرسم تا کی میخواهید چماق حساسیت نسبت به بیزایی را بر سر من بکوبید و من چه کنم که در سال 1317 به دنیا آمدم؟ گفتید چرا مرا تاب نمیآورند؟ احتمالاً به دلیل بیتابی خودم. شاید هم حق داشتند. در قالب‌های مألوف نمیگنجیدم. من نمیدانم چرا اینقدر ما باید رنج ببریم. چرا اینقدر باید تحقیر بشویم؟ آخر سر آدم فکر میکند که خدای من. من چرا در این حرفه هستم؟ چرا ول نمی کنم؟ خدای من چرا در این حرفه هستم؟ چرا ول نمی کنم؟ در این سالها نظارتی است که احترام به افکار عمومی خوانده می شود و خود افکار عمومی هم مدت هاست از آن سردر نمی آورد، ولی همه خواسته و نخواسته موظف اجرای آن شدند. آیا باید همه این میراث زبانی را حذف کنیم چون در بازجویی و گزینش و تهمت به کار نمی رود؟ کیست که بگوید معیارهای امروزی همیشگی اند و کدام کارماندگار است؟ زمانی همه لاتی حرف می زدند و اسمش واقعیت بود. زمانی مبالغه های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی می کردند و اسمش واقعیت بود. زمانی کوچه و خیابان نشان میدادند و نابازیگر و نابلد می آوردند و اسمش واقعیت بود. زمانی خیلی سلام علیک و احوال پرسی می کردند و اسمش واقعیت بود. زمانی بی احساس و بی حرکت به هم نگاه می کردند و اسمش واقعیت بود. زمانی نه حرف می زدند و نه به هم نگاه می کردند و اسمش واقعیت بود. در بعضی فیلم ها توتیوار و تخت حرف می زدند، مثل درس پس دادن، و اسمش واقعیت بود. و زمانی شلوول و تتپته حرف را می جویدند و اسمش واقعیت بود. پیغام اجتماعی و سیاسی چیزی است که در آن بسیار می شود تقلب کرد. می شود با ساختن فیلم درباره وضع کارگران میلیاردها به جیب زد. می شود از مسئولیت دکان ساخت. می توان با زندگی کشاورزان بار خود را بست. و می شود با تصویر گرسنگان درآمد هنگفت به هم زد. تفکیک دوران گذشته از دوران حال و دوران آینده فقط روی کاغذ ممکن است. من نمیدانم از کی معیار ارزش سیاسی بودن شده. در موضوع سینما و تئاتر جلوگیری فقط از راه‌های رسمی نیست. می توان از مجراهای سرمایه فشار آورد. و می دانید که برای فیلم و تئاتر سرمایه لازم است. بعضی فیلم ها مثل کسانی هستند که می خواهند فریادی بزنند. دهانشان را باز می کنند. ولی هیچ صدایی از آن خارج نمی شود. یا اگر می شود، گنگ است و رسانی است. در سینما کم کم متوجه شدم که همه فرهنگ مملکت تبدیل شده به ادای فرهنگ را درآوردند. تصور می کنم از میان این همه منتقد پیشتاز، هیچ کدام از آثار مرا نخواندند، ندیدند. چیزی بدتر از منتقدی نیست که بخواهد هنرمندان همه مثل شخص شخیص او بنویسند. مرده منتقدی است که زبان مادری خیش را مرده می خواند. این جهان را چاره جز فرهنگ نیست. 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 یه تکی بود راجع به تهران قدیم میگفت. یه لحظه اجازه بدید پیداش کنم. این من تصویر تهران قدیم را خیلی خوب در ذهن دارم. من تصویر تهران قدیم را خیلی خوب در ذهن دارم. از شکل افتادن توپخانه را جز به جز دیدم. خراب شدن سمت شهرداری، خراب شدن سمت وزارت پست و تلگراف. من خراب شدن کل تهران را جز به جز دیدم. از حسن آباد و میدان مخبر و دوله تا تئاتر سوخته سعدی. تهران من از خاطرات مادرم می آید. از باغ ملی و فیلم های قدیمی و آقایی که کنار پرده سینما میان نویس ها را برای تماشاگران تعریف می کرده. و از گفته های پدرم که دورتر است. سالی که در جوانی با تذکره سفر پا به تهران گذاشت و تهران رو به هر سو دروازه داشت و کم کم آنقدر بزرگ شد که دروازه های خود را خورد. آشنایی من با اسطوره از یک قصه کودکانه شروع می شود که مادر بزرگم برایم تعریف می کرد. قصه ای به نام سلطان مار. زمانی که در سینمای ایران راجع به زن صحبت می کنید، باید از اینجا شروع کنید که نمی شود راجع به زن صحبت کنید. زنها در طول تاریخ مجبور نبودند شبیه زنانی باشند که ما امروز سعی می کنیم در فیلم های فارسی نشان بدهیم. کسانی که فقط چای تعارف می کنند و برای جواد آقا قلیان می آورند و مثلا زیر شلواری او را می شویند. در فرهنگ مردان چاقوکش، در فرهنگ لومپنی و فرهنگ قلدری و غیرتی، یک فرهنگ خاله‌زنکی هم وجود دارد که هیچ کمتر از آن نیست. این آن قسمت منفی جامعه است که آن را دوست نمی دارم و از آن متنفرم و با آن می جنگم. من در خانه ای بزرگ شدم که زن و مرد یکسان بودند و چون دوبال یک کبوتر تعریف می شدند. سال اول دبیرستان کوچکترین دانش آموز مدرسه ای بودم که کانون جدال های خونی و بددهنی های سیاسی سال بالایی ها بود. با 3-0 در ورزش، خط و اخلاق
رد شدم. سالهای اول دبیرستان آزارهای چند معلم متعصب که سرمشق بعضی همشاگردانم در آزار من بودند، این خاصیت را داشت که مرا از درس و مدرسه گریزان کرد. و روزی سر از سینما درآوردم. خیابان امیریه. جایی نبود که فیلم مهمی نشان بدهند و من بدانم و خودم را نرسانم. کم کم یاد گرفته بودم فیلم‌های ندیده را چنان که خیالم می‌ساخت صحنه به صحنه برای بچه‌ها تعریف کنم. و آنها واقعاً خیال می‌کردند که آنها را دیدن. ما وصله این حرفه نبودیم. این حرفه‌ای نبود که ما به امیدها در آن قدم گذاشتیم. چیزهایی بجز سینما برای حضور در سینما لازم است. ما سینما را دوست داریم و حاشیه‌هایش را نه. ما اهل زمانه ایم، نه بازیچه آن. به من حق بدهید که نسبت به این کلمه ها مشکوک باشم. اگر قرار باشد دستگاه دولت مسئولیت بگوید و ما هم بگوییم من به این مسئولیت مشکوکم. اگر قرار است او درباره آزادی بگوید و ما هم، من به این آزادی مشکوکم. خوشحالم که امروزه در پرسش‌های بی‌شمارم تنها نیستم. روز تولدم را به نمایش ایران تسلیت میگویم. روز تولدم را به نمایش ایران تسلیت میگویم. جایی که تبریک فرق چندانی با تسلیت ندارد. خدایا چرا نمایش را دوست نداری؟ چرا در سرزمین های دیگر دوست داری و در میهن من نه؟ خدایا چرا نمایش را دوست نداری؟ 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 مثل همه این سالها در انتظار باز شدن آسمان تهرانم و به امید باد و بارانی که هر هوای آلوده ای را بشوید. نمیدونم. تولد اتفاقی من در پنجم دی ماه سالها پیش با فاجعه قربانیان زلزله بند سیاه و سپس با مرگ اکبر رادی نمایش نام نویس سیاه تر شد و در همزمانی با 40 قربانیان وقایع خونبار و باور نکردنی اخیر جایی برای سیاه تر شدن در آن نمانده است. آن را با هیچ مراسمی به نام من سرپوشی بر واقعیت پیش چشمهای ما نکنید. من این روزها هیچ شرکتی در هیچ جشن و آیینی ندارم.